باشندگان که خانه‌هایشان به سنگر جنگ مبدل شده در وضعیت بد زندگی در بین باغ‌ها به سر می‌برند. جنگ در ولسوالی فیروزنخچیر سمنگان صدها خانواده را بیجا کرد. بیجا شدگان با نبود مواد خوراکی کمک‌های اولیه در بین باغ‌ها به سر می‌برند. در این باغ 5 فامیل بیجا شده به سر می‌برد. آنان از وضعیت بد زندگیشان حکایت دارند. وقتی که جنگ در گرفت، اولیای شخصا خودی ما مردم که زندگی می‌کردیم تقریبا 5-6 ساعت خود خط شده بود که در پشت سر اولی ما در اونجا جای به جای شده بودن. از این طرف طالبان میزد، از این طرف بادر دولت میزد، اولی در میتونه بین ماندگی تقریبا زیر همی درخت ها شیشتن. خواه یک فرج نیست که زیر پاور کنیم. خواه بادر از حساب پیسه اقتصاد ضعیف است، اون به جا شده است. یک سر مردم گرفته بر آمدگی است، نه وارد است، نه برینج است، نه روغن است، اون هیچ چیز خدا نیست. اون چی کنیم؟ اون روز آمده دیگه. پس از یک هفته نبرد شدید میان جنگجویان طالبان، نیروهای دولتی و نیروهای مردمی در ولسوالی فیروزنخچیر، سرانجام شام روز گذشته مرکز ولسوالی فیروزنخچیر به دست طالبان سقوط کرد. نیروهای امنیتی ولایت سمنگان مدعی است به خاطر جلوگیری از تلفات جانی از ولسوالی فیروزنخچیر عقب نشینی تکنیکی کردند. محمد هاشم سروری سرپرست شورای ولایتی سمنگان پیش از این به سیمای سال گفته بود تا اکنون برای بیجا شدگان کمک های اولی از سوی نهادهای امداد رسان صورت نگرفته است. با آغاز جنگ ها صدها خانواده از ولسوالی های دره‌صوف بالا، دره‌صوف پایین و ولسوالی فیروزنخچیر آواره شدند. این آوارگی های زیاد در شهر مزار شریف، ولسوالی خلم ولایت بلخ، ساحات غزنیگک ولایت سمنگان و مرکز شهر یبک می باشد. تا هنوز سروی دقیق از تعداد مهاجرین صورت نگرفته، بناهن تاوالا به همه کسایی که مهاجر آواره شده بودن ایج نوع کمکی از طرف مؤسسات خارجی، نهادهای دولتی و اشخاص خیرنده صورت نگرفته و مردم در همه خانه اقارب و دوستا و در شراب زندگی مشقت بار خودم اگذرانند. محمد هاشم مدقق ولسوال از رسلطان ضمن نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی میگوید در صورت که عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی فیروزنخچیر آغاز نگردد، احتمال می رود که تحرکات طالبان در ولسوالی از رسلطان آغاز گردد. فیروزنخچیر یکی از همسایگان ماست، طرف شمال غرب ما واقع است. اگر در صورتی که فیروزنخچیر پس گرفته نشود، احتمال هست که دشمن تحرکات بیشتر به حالی ولسوالی از رسلطان داشته باشد، چون اهداف یکی از اهداف عمده دشمن همیست که مسیری که سمنگان وصل میکنه به مزار شریف، دشمن تلاش همیست که مسیر مسدود بکنه و سمنگان تحت محاصره خود قرار بده. به گفته مدقیق ولسوال از رسلطان، طالبان در تلاش تصرف شهرهای بلخ و سمنگانند. گفته منابع محلی، گروه طالبان چهار اطراف مرکز ولسوالی فیروزنخچیر را ماین جاسازی کردند تا نیروهای دولتی نتوانند که دوباره این ولسوالی را در تصرف خود درآورند. از سوی دیگر پلیس سمنگان از آغاز عملیات تصفیه‌ای در این ولایت خبر می‌دهد. عملیات واپسگیری به زودترین فرصت آغاز میشه. مقامات ارشد ملکی و نظامی و کلای مردم با قماندان قلوردوی دوستان و شاهین در مورد واپسگیری ولسوالی ها صحبت کردند، وعده های برای بزرگای سمنگان دادند. انشاءالله این عملیات به زودترین فرصت آغاز میشه. از میان 6 ولسوالی سمنگان، 3 ولسوالی این ولایت هر یک در یوسف پایین، در یوسف بالا و فیروزنخچیر به دست طالبان سقوط کرده و اداره 3 ولسوالی دیگر هر یک خرم سارباغ، از رسلطان و ردواب به دست نیروهای دولتی قرار دارد. رادیو تلویزیون سیمای سال، اسماعیل سادات، ولسوالی فیروزنخچیر، ولایت سمنگان.